مورد دیگه آخرم بهتون بگم، مورد برای دوستانی که خارج از کشور هستن. عزیزان من دیشب چون اینترنت وصل شد دارم بهتون میگم، یه چند تا حرف شنیدم تا الان، دوباره قطع وصل میشد ولی کلا بهتون بگم، افرادی که خارج از کشور هستن یا داخل شهرها نیستن، چون در جریان نیستند که کجا چی اعتراضات چیه، احتمال داره بدتر خراب کنن. دو تا حرف من شنیدم زیادم بود دیشب. یک، اینکه آقا آخرش اتفاقی نمیفته و این حرفا، لطفا این حرفا رو نزنید. یعنی اگر میخواین این حرفا رو بزنید همون بهتر که حرف نزنید. دو، تحریک الکی هم نکنید. جایی هست که نباید افراد برن، دارید میفرستیدشون قطعگاه، برای همین نگید بریزید تو فلان خیابون، بریزید تو فلان شهر، بریزید تو فلان جاده. نمیدونید اونها، شما کافیه اونایی که داخل اون شهر هستن پاشون از خونهشون بزنن بیرون، در و همسایه و داروخونه و نمیدونم سوپرمارکت و اینا همه بهشون کمک میکنن که آقا کجا شروع شده، کجا باید بری، کجا نری. یعنی دهان به دهان مردم خودشون میرسونن. شما اینکه خارج از کشورید نمیدونید، یه دفعه جایی میفرستید افرادو که نباید برن. کلن... لطفا همه تحریک کردن اضافه. بله. یعنی جای ببین... کجا برید کجا. کلن پیش... یه لحظه بابا که گیم میشه. کلن پیشنهاد من، این پیشنهاده به ایرانی هایی که خارج از ایران هستن، اینه که نه پیشنهاد بدین که برید، نه پیشنهاد برید که نرید. خب فقط یعنی سپورت بکنید. خب یعنی هر کاری که مردم توی ایران دارن تصمیم میگیرن بکنن، الان نقش ایرانیان خارج از ایران اینه که صدای اونها بشن، سپورت بکنن، هزینه ها رو سعی کنن براشون کمتر بکنن، از لحاظ ارتباطی چون اینترنت بهتری دارن بتونن ویدیوها مثلا یا پیغام ها یا بهترین روش ها رو سعی کنن منتقل بکنن، یعنی از امنیتی که ایرانی خارج از ایران دارن استفاده بکنن، کارهایی که بعضی نمیتونن بکنن، یعنی بیشتر گوش کنن ببینن چی لازمه. حالا هر تصمیمی اونا گرفتن، خودشون تصمیمو گرفتن دیگه، ما که چیزی نمیتونیم بگیم. تصمیمی رو که گرفتن ما اینجا نقش ساپورت تیم داریم. این نظر چیه اکبر؟ اوکی. دقیقاً من همینو میخواستم بهتون بگم. یه نکته دیگه، اگر بابک آرمین نشد بذار بگم. بگو اکبر آرمین، اگر میتونید اونایی که خارج از کشورن کاری که انجام میدن به غیر از اون صحبت‌های آرمین که درسته، یه مقدار اگر میتونن فشار بیارن روی خبرنگارها که بیشتر پوشش بدن، خبرنگارهای اصلی، اگر تو کانادایی، تو اتریشی، توی فرانسه، تو هر جایی دیگه، بیشتر رو خبرنگارها زوم کنید. این حداقل کاری که بتونید بکنید واسه کشور که اونها بیشتر زوم کنن روی ایران. ممنون. همین. اوکی بابا، ممنونم. عرض کنم که من در ادامه اون به ادامه مبحثی که دوستانی که خارج از کشور هستن چه کار میتونن بکنن، کاری که خودم دارم انجام میدم، بچهای ما دارن انجام میدن، الان پیشنهاد میدم، فکر میکنم کار خوب مفیدی هم باشه. اینکه حداقل میگم ما که دسترسی به سوشال مدیا داریم، در توییتر، اینستاگرام یا هر جای دیگه، هر پستی میذارید، هر استوری میذارید، حتما سیاستمدارا یا سلبریتی های اون کشوری که در اون ساکن هستیم رو تگ کنید، حتما منشنشون کنید و به اونا فشار بیارید که عرض کنم که بخوان مطالب شما رو ببینن و یک واکنشی نشون بدن. حالا یه کاری که مثلا ما در اتریش از دیروز شروع کردیم اینه که یه پتنشنی شروع کردیم، اینجا درخواست کردیم که مردم اتریش بیان تو خیابون بریزن و اعتراض کنن، دقیقا هم حالتی که حالا برای اون جوش فلوید اگه اشتباه نکنم شد و الان خب خوبم داره امضا جمع میشه. هر کس بتونن، هر کدوم از دوستان که خارج از کشور هستن، برای کشور خودشون این کار رو انجام بدن، من فکر میکنم تاثیر خیلی خوبی خواهد داشت و اینکه صدای واقعی مردم هست به این صورت. این پیشنهاد منه.